درود بر شما، من سام ایرانشهر هستم. امروز جمعه 24 آبان هست و شما شنونده پادکست 34 ما هستید. خب همونطور که میدونین معمولا من این پادکست ها رو هفتگی برگزار میکنم و در مورد مسائلی که جا افتاده یا نیاز هست ما بهش بپردازیم در طی بین 20 دقیقه تا نیم ساعت در موردش صحبت میکنم. خب همونطور که میدونید سیاست خارجی جمهوری اسلامی تقریبا به کلی قفل شده و نهایتا همونطور که ما در پادکست 2 و 3 به این نتیجه رسیده بودیم و اگر برید مراجعه کنید میبینید که من نظرم اون موقع این بود که جمهوری اسلامی بهترین شرایط براش این هستش که مقاومت بکنه و با شرایطی که دولت جدید ایالات متحده میخواد نره سراغ مذاکره و پا در این راه نذاره. این براش بهتر هست و بیشتر به نفعش هست. طی این چند ماهه اخیر فراز و نشیب‌هایی در روابط اینها بود و تا جایی که حتی دونالد ترامپ حاضر شد گوشی تلفن رو ورداره و منتظر حسن روحانی بشه تا در سازمان ملل با وساطت امانوئل مکرون فرانسه بیاد پای تلفن و شروع بکنن به صحبت کردن و به طور اعجاب انگیزی با یک تلفن تمام مشکلات حل بشه، که دیدیم این اتفاق نیفتاد و فشار از طرف خامنه ای بود و علی خامنه ای فکر میکنم 10 روز پیش یا 1 هفته پیش در یک سخنرانی هم همون نتیجه‌ای که ما گرفته بودیم نزدیک به 1 سال پیش گفت در عمل که مقاومت در هر شرایطی منافعش بیشتر هست برای جمهوری اسلامی تا هر نوع مذاکره با این دولت و این سیستم و این نظام کنونی آمریکا. و نتایج رو هم ما بارها اعلام کردیم، کره شمالی دیگر کشورها هستن، بالاخص مخصوصا در شرایطی که چین توانست با آمریکا به مصالحه برسه و تونستن به یک تفاهم اقتصادی برسن. اگر به این تفاهم نمی رسیدند، بله اون وقت جمهوری اسلامی شانس داشته بتونه امتیاز بگیره از آمریکا. اما الان ایالات متحده سنگرش قرص هست از لحاظ سیاست خارجی و تنها مشکلاتی که باقی مونده با یکی دو کشور یاقی هست، یکیش جمهوری اسلامی هست، یکیش کره شمالی هست، یکیش ونزوئلا هست. مشکل زیادی نداره. این کشورها هم تا حد زیادی الان مهار شدن، یعنی خطر نیستن برای آمریکا، لذا تا مدت‌ها این شرایط میتونه ادامه پیدا بکنه. ببینید جمهوری اسلامی کسانی که درش سیاست‌های داخلی و خارجی رو ارائه می‌کنن و جلو می‌برن، اینها افرادی هستن که تمام قدرت رو تمام و کمال در اختیار دارن. نه تنها این، بلکه برخی از این نهادها در حد یک پروردگار بالا برده شدن در بین خودشون. مثلا نهاد ولایت فقیه قدرتش رو از ولی فقیه بودن می‌گیره. ولی فقیه رو رفت میدن به امام زمانشون، امام زمانشون رفت میدن به خداشون. بنابر این قدرت که در ولی فقیه هست قدرت الهی هست برای اینها. شاید بسیاری مردم ایران این رو قبول نداشته باشن، حتی متدین باشن و قبول نداشته باشن، اما مهم نیست. اون کسایی که دور و برشون هستن، دست در اسلحه دارن، دست در اقتصاد دارن، دست در همه چیز این کشور دارن، اینها این رو قبول دارن. و نه تنها خود خامنه ای خودش رو در حد خدا میبینه الان با این شرایط، بلکه افرادی هم که قراره بعد از اون بیان در حفظ و نگهداری این نهاد نهایت سعی رو خواهند کرد. چرا؟ چون اینا خودشون رو میبینن که یک روز به این جا برسن، به این جایگاه برسن. خامنه اگر بمیره کسی جایگزینش میشه. اون جایگزین های احتمالی الان برای حفظ این نهاد، برای حفظ جمهوری اسلامی و با همه این نهادها نهایت تلاش رو خواهند کرد. چرا؟ چون خودشون میبینه که اگه به اونجا برسه میشه یک خدا دوباره، لذا تحت هیچ شرایطی حاضر نیستن این رو از دست بدن. برای همین پافشاری خواهند کرد و مقاومت خواهند کرد به قیمت مردم و به قیمت ایران مقاومت خواهند کرد. حتی لذا همونطور که ما حدس میزدیم این مقاومت ادامه داره، ممکنه سالیان سال ادامه پیدا بکنه. نهایتا آدمی مثل خامنه ای که اینجور خودشو در این حالت میبینه، یعنی در این خود بزرگبینی که گرفتار شده، نهایتا فکر میکنه که نهایتا ایران میشه کوبا، 60-70 سال جدا از دنیا، خودروها مال اول قرن 20، تکنولوژی ها قدیمی، هر چی که تونستن در آوردن، خودشون خوردن، هر چقدر هم نداشتن ساختن، رهبران زندگی خوبی داشتن، بقیه مردم از ترس و لرزشون حرف نمیزنن یا اینکه فرار میکنن میرن کشورهای دیگه. این کوباست، نهایتا میتونه ایران بشه، اما ولایت فقیه سلطنت خواهد کرد. اینطوری نگاه میکنه به موضوع.
لذا این بنبست ایجاد شده. تنها چیزی که میتونه ایران رو از این بنبست خارج بکنه این که یک نهاد داخلی، این نهاد ولایت فقیه رو به زمین بزنه و اون رو خاک کنه به قول کشتیگیرها، تا اینکه بشه از این بنبست خارج شد. تنها چیزی که ما میبینیم در ایران شهر بتونه این کار رو انجام بده، این قدرت رو داره که به اونجا برسه، چون میدونید که اونها کاملا سوار بر دین هستن، یعنی تمام رفتارشون رو با رفتارهای دین تنظیم کردن. تئوری سیاسیشون تئوری 100% دینی هست، یعنی ولایت فقیه شیعه است. خمینی این رو تنظیم کرد قبل از سقوط 57 و کارش بسیار آسون بود، چون تنها کاری که باید میکرد این بود که فقه شیعه رو به عنوان یک دستورالعمل سیاسی ارائه بده، همین. یعنی هیچ خودش هیچی نساخته، هیچی نتراشیده، فقط تونسته این رو ارائه بده به عنوان یک تئوری سیاسی. در طی این 40 سال که این تئوری سیاسی، تئوری ولایت فقیه بر ایران چیره شده و ایران توسط اون مدیریت شده و در همین لحظه داره میشه، انواع و اقسام فروپاشی ها رو میبینیم، فروپاشی های اخلاقی، هویتی، ملی، همه چیز. هیچ کس از هیچی سر در نمیاره، همه چی میگن، هیچ کم هیچی نمیگه در این حال، چون همه مزخرف میگن عمدتا. الان میبینیم فیلمساز میاد حرف سیاسی میزنه، آهنگساز میاد حرف سیاسی میزنه، اون یکی حرف سیاسی میزنه، هر کی هر چی میزنه. هیچ کدوم از اینها آدم سیاسی نیستن، دید سیاسی هم ندارن، نمیخوانن سیاسی فکر بکنن، اطلاعاتشون هم بر پایه دانستهای خودشون و با دید خودشون هست، که مثلا بعضی فیلمسازن بعضی آهنگسازن، اما خودشون رو همه فن حریف ارائه میکنن، انگار اینا همه چیز دنیا رو میدونن. ببینید، ما از ابتدا که ایران شهر رو کلید زدیم با این نام ایران شهر و همه این سیستم، اومدیم گفتیم که ما سیاسی میخوایم کار بکنیم و سیاسی میخوایم فکر بکنیم. ما هیچ وقت نیومدیم از موسیقی برای شما برنامه بذاریم یا حرف بزنیم. ما هیچ وقت نیومدیم از هنر و سینما اینا، مگر مواردی که مربوط بوده به نوعی، حرف بزنیم، یا مثلا چیز تاریخی بوده، فیلم سریال تاریخی بوده، این جور چیزا حرف بزنیم. ما هیچ وقت نیومدیم در مورد هنر ادعا بکنیم یا در مورد موسیقی ادعا بکنیم، و الانم نخواهیم کرد این کار. اما دید ما دید سیاسی است، از بعد سیاسی نگاه میکنیم به همه چیز، دخالت تو چیز دیگه نمیکنیم، مگر اینکه اونا پاشون تو سیاست بذارن، اون وقت از لحاظ سیاسی تجزیه تحلیل خواهیم کرد. الان میبینیم که آقای آهنگساز، که من به شما بگم این تئوری سیاسیه ولایت فقیه، یک طبقه از همه فن حریف های بی هویت ایجاد کرده. آهنگساز همه چی دان بی هویت، فیلمساز همه چی دان بی هویت، نویسنده همه چی دان بی هویت، نمیدونه کیه این آدم. باش مصاحبه میکنن انگلیسی، میگه آقا تهران وطن من نیست، من اصلا هیچ تهرانی ام، ولی من هیچ تهران قربت منه، نیویورک وطن منه. بعد میاد ویدیو میسازه هارتوپورت که آقا فلانی فرهنگ ایرانو فلانی دارن، اینا دارن نابود میکنن، اونا دارن نابود میکنن. کدوم فرهنگ، مرد حسابی؟ فرهنگی که تو رو به وجود آورده. من کاری با موسیقی ندارم، بله، صحبت راجع به آقای نامجو هست، محسن نامجو. ایشون اومده به شبکه من و تو ایراد گرفته که از موسیقی ایشون استفاده شده، بله درسته، اون قسمتاش درسته. شبکه من و تو 100% باید اجازه میگرفت کتبی از آقای نامجو. ما در ایران شهر از هر منبعی که استفاده میکنیم، روزنامه یا هر چیزی که داریم استفاده میکنیم، از مقاله هاشون یا مطالبشون یا سایت ها استفاده میکنیم، اجازه کتبی داریم ازشون. این یک کار حرفه‌ای است، این کار قطعا باید میکرد من و تو. اما این اراجیفی که در مورد گذشته ایران، مگه تاریخ مرد حسابی خیال بافیه؟ مگه تاریخ گفتن خیال بافیه؟ مگه گذشته پرشکوه به چشم آوردن کار اشتباهیه؟ تو مگه سیاست دونی که اینجوری نظر میدی؟ تو مگه آدم بی هویتی نیستی؟ تو مگه ایران رو غربت نمیدونی؟ بعد چی میگی مرد حسابی؟ شما برو نیویورک، برو سن، هر چقدر دوست داری آواز بخون. ما نمیایم هیچ وقت ایراد بگیریم به شما. همیشون همون اونه که موزیسین های دیگه که پرت و پلا میگن، یک سری قشری به وجود اومدن بعد از انقلاب 57، بهتر بگیم سقوط 57. هیچ چیزی حالیشون نیست، نمیدونن ایرانی هن، نمیدونن خارجی هن، نمیدونن زبانشون چیه، نمیدونن فرهنگشون چیه، فقط هر چی هست ضد ایرانی هن. این مشخصه. ببینید، ما در ایران شهر مشروطه خواهیم. چرا از ابتدا راجع به این صحبت کردیم؟ مشروطه خواهی ملیگراترین، ایران دوستترین و محوریتش ایران بوده از ابتدا، و این جریان سیاسی که میتونم بگم واقعا جریانی که کار نشده و باید بیش از همه جریان در آینده کار بشه، ملیگراترین بوده.
بعد از جنبش مشروطه در ایران داریم میبینیم قشری از نویسنده ها، شاعران، کلی از این روشنفکران ایران ستیز به وجود اومدن که اونها هم هویتشون نمیدونستن چیه. ادامه اونهاست که میبینی نامجوها و نمیدونم اون یکی ها که فیلم سازایی که میان صحبت میکنن آقا اگه پسر شاه بشه شاه من چریک میشم، من اصلا میگیرم دستم. ببینید این اینا همه بی‌هویتیه، اینا نمیدونن کی هستن، نمیتونه خودشو پیدا بکنه این آدم و میاد حرف سیاسی میزنه در قالب فرهنگ و اینو اون بدی بیرا میگه به خاطر تاریخ گویی. ببینید این نسل، نسل سوخته است، نسلی که ما باید بنزین دور، یا از داخل این نسل سر برمیارن ایران دوستان، یا اینکه باید بنزیم صد تا آشغال. آقا شما برو همون نیویورک حال بکن، برو آلمان، برو لندن الان فیلم بساز، ببینم کی اهمیت میده به تو هستن اونجا. شما برو اونجا زندگی بکنید عزیز من. حرف سیاسی هم لطفا نزنید. چرا؟ چون شما سیاسی نیستید، کارتون سیاسی نیست، بلخص دیدگاهتون دیدگاه ملی نیست. تمام مشکلات ما از این هستش که مدام در ایران جریان‌هایی به وجود میاد طی چند دهه گذشته، شاید بشه گفت نزدیک به 70-80 سال اخیر، مدام جریان‌هایی به وجود میاد که همه ایران ستیزن و متاسفانه یک سری ها میافتن دنبال این جریان‌ها. جریان حزب توده، جریان مجاهدین، جریان اینا همه ضد ایرانی هستن. جریان‌ها بی‌هویت‌های بعد از انقلاب که می‌بینیم امثالش همین آقای نامجو و دیگران هستن. لازم نمی‌دونن چی هستن، خودشون نمی‌دونن چی هستن. نه ایرانیان، خارجیان، به چی فکر بکنن، چی باشه محوریت ذهنیشون و زندگیشون و وجودیشون. ما در مورد موزیک آقای نامجو حرف نمیزنیم، کار ندارم من آقای نامجو چیکار چی موزیکی باشه، من موسیقیدان نیستم، برای من مهم نیست موسیقیش چیه، چون موسیقی من گفتم قبلا به شما یکی از هنرمندترین هنرمندان بدون شک در 100 سال اخیر در ایران عباس کیارستمی بوده و عباس کیارستمی مدام در مصاحبه‌هاش میگفت هنر یک موضوع حیاتی نیست. به انگلیسی میگفت یعنی ما زندگیمون به هنر متکی نیست، یعنی ما مجبور نیستیم حتما هنر داشته باشیم تا زنده بمونیم. این حتمی نیست که ما حتما هنر دوست داشته باشیم یا حتما داشته باشیم، این حیاتی نیست برای ما. این از زبان یکی از هنرمندترین هنرمندان قرن گذشته ماست. چی باعث میشه که اصلا محسن نامجو مهم بشه یا محسن مخملباف مهم بشه؟ مثلا هنره؟ مثلا برای ما مهم نیست تو هنرمند هستی یا نیستی عزیز من. الان پای موجودیت ایران وسطه. چی میگید شما واسه خودتون؟ یک سری انسان که به وجود اومدن در این 40 سال اخیر که همه در این بی‌هویتی دارن دست و پا میزنن، هیچی رو از هیچی نمیتونن تشخیص بدن. الان مشکل ما اینه دیگه، ما بارها گفتیم تا این پادکست رو. طرف میاد هنرمند حرف سیاسی میزنه، نویسنده غیر سیاسی میاد حرف سیاسی میزنه، نمیدونم شاعر میاد حرف سیاسی. آخه این چه کاری؟ آخه این کار نشد که. اگر میخواین کار سیاسی بکنین باید طبق چهارچوب سیاست کار بکنین. یعنی چی؟ یعنی باید نظریه سیاسی، تئوری سیاسی داشته باشید، طی اون تئوری سیاسی باید داخل اون حرف بزنید، جهت جریان سیاسی داشته باشین، یعنی متعلق به جریان سیاسی باشید. بهتر از اون این جریان سیاسی باید حزب داشته باشه. تمام این صحبتایی که میکنم باید در قالب ملیگرایی باشه ها، یعنی من صحبت از حزب سیاسی منظورم حزب توده نیست یا مجاهدین خلق نیست، من حزب سیاسی ایرانی، حزبی که محوریتش مشروطه خواهی ایرانیه، پاسداری از ارزش‌های ایرانیه. ما باید اینها رو درک بکنیم دوستان، ما باید خط مرزها رو مشخص بکنیم تا اینکه نه کسی ما رو گول بزنه، نه ما خودمون، مردممون و آیندهمون رو گول بزنیم. باید چارچوب داشته باشه کارهامون. اول و اول چیزی که برای ما در ایران شهر مهمه یک کلمه است، ایران. اول و آخر حرف ما این هست، ایران. هر کی دیگه میخواد مارکسیست باشه، میخواد کمونیست باشه، میخواد چنم ماویست باشه، هر چی باشه بره برای خودش باشه، میخواد اسلامیست باشه، ما فقط ایرانه برامون مهم. در قالب این مشروطه خواهیم، یعنی چی؟ یعنی پایبندیم به بازآفرینی و بازگشت پادشاهی به ایران که این یکی از ابعاد مشروطه است، به ایجاد پادشاهی پارلمانی در ایران، به ایجاد یک دولت و حکومت مدرن سیاسی برای مردم حال و آینده ایران، تا بتونه این سیستم سیاسی و این اجتماع سیاسی از نهاد پادشاه به عنوان یک نهاد مهم و حیاتی و حساس در جامعه ایران، در کل جامعه ایران حفاظت بکنه.
و اون اتفاقی که در سقوط 57 به وجود اومد و شاه ایران هیچ پشتیبانی نداشت، هیچ چی از شاه ایران دفاع نمی‌کرد، همه چی رو شاه ایران خراب می‌شد، فقط همه دردسرها، همه بد و بیراها، همه فحش و اون غربت و این بیمهری تمام برای پادشاه ایران پیش اومد، دیگه پیش نیاد. اما واقع بینی به ما میگه ما قانون اساسی مشروطه 100 سال اخیر را نمیتونیم دوباره در ایران بازآفرینی بکنیم. چرا؟ چون یک سری از همین گفتمانهایی که همین الان در جمهوری اسلامی جاری هست در اون قانون اساسی هست، مثل اسلامگرایی، مثل شیعه گرایی. بند اول متمم قانون اساسی مشروطه 100 سال اخیر، 100 سال پیش، پادشاه ایران را در حد یک آخوند پایین میاره. برید بخونید. وظیفه شاه رو میکنه حفاظت از دین مبین شریعت اثناعشری. این نمیتونه پادشاه ایران باشه، یعنی پادشاه ایران پادشاه ایران خواهد بود، سلطان شیعه نخواهد بود، پادشاه ایران خواهد بود، پادشاه ایران. فهمش همش فارسی، همش ایرانیه این لغت و این زبان. لذا دوستان الان فرض کنید، همین الان فرض بکنیم یک دفعه تقی به توقی میخوره و مردم دوباره صبرشون لبریز بشه مثل زمستان 96، بریزن تو خیابون. خب نقشه چیه؟ خب برنامه چیه؟ چیکار باید کرد؟ با هیچ کس به این فکر کرده به اینا؟ اینکه 4 نفر تجزیه طلب جمع بشن بگن آقا ما یه اجتماع هستیم، ما مدیریت می‌کنیم. چی رو مدیریت می‌کنی عزیز من؟ کی به شما گفته که شما مدیریت بکنید؟ کی چه تئوری داری برای مدیریت؟ بر چه مبنایی؟ اینکه شما همتون تجزیه طلبین که نشد مبنا. اینکه ایرانی نیست، این ضد ایرانیه. اون یکی آقا گروه مجاهدین، آقا ما رئیس جمهور داریم، ما هم مجاهدیم هم چریکیم ما باشیم. خب آقا کی به شما گفته؟ کی شما رو قبول داره داخل ایران؟ کی خواسته اینو؟ اینکه 40 سال پیش جواب نداد، اینکه شما وارد شدین با جنگ با همون مردم ایران، اینکه شما کلی کار تروریستی کردین. درسته یه سری از شما، یک سری از پیروان فکری شما به طور کاملا ناجوان مردانه و 100% اشتباه و 100% میشه گفت جنایت محض که اعدام شدن و قتل عام شدن، اینا فرزند ایران بودن، به هر حال هیچ تضمینی هم نبود که مجاهد بمونن. اما منظور تئوری سیاسی دوستان، هیچ برنامه‌ای نیست در بین جنبش‌های قدیمی ایران. اینجوری بذارید بگم، تا این 40 سال 40 خورده ای سال اخیر جنبش‌هایی که به وجود اومده جنبش‌های 100% ملی نیست، یک سری اجتماعات هم هست اما الان راه حل ندارن، تولید ندارن این اجتماعات، یعنی نمیان بنا به جامعه فکری کنونی ایران، شرایط کنونی ایران و پادشاهی ایران و خواسته های خود شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی تئوری بدن که بتونه آینده رو مدیریت بکنه و تمام این ارزش هایی که من صحبتش کردم بازسازی بکنه، حفاظت بکنه و مدیریت بکنه ایران رو برای آینده. برای همینه که ما از ابتدا در ایران شهر گفتیم ما سیاسی فکر میکنیم، از ابتدا دنبال تئوری سیاسی بودیم که بتونه این کار رو انجام بده. تا این لحظه تئوری مشروطه نوین که توسط دکتر رامین پرهام ارائه شده به نظر ما مستعدترین، بهترین و با پتانسیل ترین تئوری هست که میتونه تئوری سیاسی بشه که بتونه تمام این نیازها رو تامین بکنه، مخصوصا چون تئوری هست که نقد پذیره دوستان. از ابتدا دکتر پرهام به درستی و به طور کاملا عاقلانه ای نقد پذیری رو در بطن این تئوری قرار دادن. یعنی چی؟ یعنی تئوری مشروطه نوین نمیاد بگه یا این یا هیچی، میاد بگه نظر ما اینه اما اگر شما نظر بهتری دارید بذارید بشنویم. این گفتمان مشروطه نوین هست، این هست چیزی هستش که باعث میشه که این قابل قبول بشه برای همه. ببینید هیچ تئوری سیاسی در دنیا نیست که برای همه 100% باشه، برای همه عاقلان اجازه بدیم اینجوری بگم 100% باشه. یعنی خود کسایی که مثلا تو شوروی بودن شاید با تئوری مثلا کمونیست استالینی مشکل داشتن و این 100% نبود براشون، یا با کاپیتالیسم ممکنه مشکل داشته باشه کسی از حزب جمهوری خواه با یه قسمتایش. این نشان از این میده که همه چیز برای همه 100% نیست و این درست این دنیا هست. هیچ سیستمی در این کائنات ما 100% نیست، هیچ سیستمی. گردش زمین به دور خورشید 100% نیست، کم و زیاد داره، کوتاه بلند داره، متغیره، میدونید که امیدوارم بدونید البته. 100% نیست، هیچ چیزی 100% نیست. هیچ تئوری هم قرار نیستش که شما به شما ارائه بشه شما کاملا خوشتون بیاد از همه جاش، اما با یه جاهاییش که براتون خیلی مهمتره ممکنه که بتونید کنار بیاید. یه جاهای دیگه‌ش هم میتونید به نقد و چالش بکشین، شاید تونستین تغییر بدین،
هیچ شکی نکنید، مخصوصا در مورد مشروطه نوین. از اونجایی که این تئوری پایه گذاریش به دست دکتر رامین پرهام است، بسیاری به این نام پرهام مشکل دارن. ببینید خود دکتر پرهام، رامین پرهام، نسبت به نسل قبلی که پدر ایشون هم جزش بوده، نقدهای بسیار جدی وارد کردن و پدر خود ایشون رو هم مستثنا نکردن. من بارها دیدم مخصوصا در مصاحبه های ایشون ایرادات جدی گرفتن به تمام اون نسلی که اونجا اون اشتباهات و اون ایرانگریزی ها رو انجام دادن و نهایتش سقوط 57 بود. این که ما گناه پدر رو به پسر بذاریم اشتباه هست، به خاطر اینکه اگر بخوایم این کارو انجام بدیم باید یکی دو نسل از ایرانی ها رو کلا خط بزنیم از داستان. این اشتباه، این شدنی نیست. ما اگر ایرادی هم میگیریم به آقای مثلا حسن شریعت مداری که میره با همه جدای طلب ها تفاهم نامه امضا میکنه، میاد مجلس و نمیدونم اتحاد و اینا تشکیل میده، به خاطر کارهای پدرش نیست، به خاطر کارهای خودشه. خود ایشون بسیار سهم بزرگی داشت در داستان نوار اشک مرجع و نجات جون خمینی. تا همین چند سال اخیرم با افتخار اینو تعریف میکرد و در تاریخ هم ثبت شده مصاحبه ایشون. این نیستش که پدر ایشون آیت الله بوده، اینه که خود ایشون جدایی طلبه، اینه که خود ایشون به اضمحلال ایران داره کمک میکنه. مشکل ما با پدر ایشون نیست، پدر ایشون مرده رفته، تاریخ شخصیت تاریخیه. پدر هر کسی گناه خودش رو و ثواب خودش رو به قول این مسلمونا، ما که به ثواب البته اعتقاد ندارم، به گناه هم اعتقاد ندارم، اما کارنامه باقی میمونه از ما. کارنامه من مال منه، کارنامه بچه من مال بچه منه، کارنامه هیچ کس مال هیچ کس نیست. لذا خواهش میکنم دوستان، من میبینم بسیاری افراد میپسندن یه چیزایی رو از تئوری مشروطه نوین، به یه چیزایی هم ایراد دارن ولی سعی میکنن نفی بکنن سر این کل تئوری. این اشتباهه. مشروطه نوین این اجازه رو به شما داده که وارد بشید با نقد. لذا وارد بشید با نقد، اون قسمت هایی رو که دوست دارید قبول بکنید و باش کار بکنید، اون قسمت هایی که دوست ندارید به چالش بکشید و سعی بکنید که اون رو به واقعیتی که شما لااقل احساس میکنید واقعیت نزدیک بکنید. به هر حال یکی قانع میشه این وسط. سیاست قانع کردن هست، سیاست سرکوب نیست، سیاست زورگویی نیست، دروغگویی نیست، سیاست یعنی قانع کردن عموم مردم به درست بودن ایده سیاسی. این سیاسته. ما مشروطه خواهیم چون به نظر ما ایران در بطن خودش مشروطه خواهی، پادشاهی مدرن، پادشاهی که پایگزاراش پادشاهان پهلوی بودن، اونو میخواد با تمام وجود در بطن خودش میخواد. منتها برنامه ای نیست که این کار انجام بشه و ما تلاشمون هست کمک بکنیم این برنامه ایجاد بشه. تئوری مشروطه نوین میتونه این باشه و نیاز به کمک شما داره همه جانبه، نیاز به مشارکت شما داره همه جانبه. من میدونم یه قسمت هایی از این تئوری حوصله سربره. دوستان، یک تئوری سیاسی باید به نسل های بعد از خودش فکر بکنه. یعنی یه مباحثی ممکنه مطرح بشه در جاهایی از تئوری سیاسی مشروطه نوین که اصلا الان به الان ما مربوط نیست، اما باید گفته بشه چون حرف آخر رو باید اول زد، مخصوصا در مورد سیاست. اگر ما میخوایم چیزی انجام بدیم که دوباره 30-40 سال دیگه سقوط نکنه به نابودی ایران منجر نشه، دوباره مثل خمینی نمیتونیم بیایم دروغ بگیم، از اولش باید حرف درست رو بزنیم، روشن حرف بزنیم. ما ترس نداریم از روشن حرف زدن، باید که چیزی که ما میخوایم و میگیم ایران هست، خواست ایران هست و منافع ایران هست. خمینی مجبور بود دروغ بگه، باید که خواستش خواست ایران نبود، خواست تشیع بود، خواست اسلام بود، خواست مردم ایران قرار بود قربانی اون خواست خمینی بشه و شد. لذا دوستان لطفاً کمک بکنید، با ما پیش بذارید و نقدهای خودتون رو به طور کاملاً مؤدبانه در صفحاتی که هر جا که مشروطه نوین مطرح میشه، فرض بکنید در توییتر توییت هایی میشه از طرف رامین پرهام یا از طرف ما که حالا یا ویدیوهای مشروطه نوین یا پوستر مشروطه نوین به اشتراک گذاشته میشه، مطرح بکنید. تحریریه ما میخونه این رو و فکر میکنه به همه گفته های شما. اما اینو بدونید، ما قبلا اینو گفتیم و حالا هم خواهیم گفت، کلمات رکیک، کلیگویی های بیمعنی، مثلا که بگی آقا این کلا مزخرفه، اینجوری نمیشه حرف زد در مورد یک تئوری سیاسی که هزار تا وجه داره، آقا شما کلا چرت میگی، این حرف نیست. من اینو نمیگم به خاطر اینکه مثلا به ما توهین میشه، ما ضد گول انقدر توهین شنیدیم دیگه برامون مهم نیست، برای هیچ کدوم از ما. اینو ما داریم میگیم که اینو بدونید، شما دارین میگی برامون ما نخواهیم خوند، اصلا برامون مهم نخواهد بود.
لذا اگه داری میگی باد هواس، اگر میخوای مهم باشه به چالش باید بکشی، باید واقعا سوال واقعی طرح بکنی، باید واقعا به چالش بکشی تا اینکه تحریریه ما این رو بخونه، فکر بکنه و از جانب شما تئوری مشروطه نوین رو به چالش بکشه. ما طرف شما هستیم، ما طرف این هستیم که از تئوری سیاسی که داره بیرون میاد و ساره ساخته میشه خواست مردم مطرح بشه و سوالات واقعی مطرح بشه. برای همین هم هستش اگه دیده باشین آقای پرهام الان میگه که کلمه به کلمه دقت شده. بله، تحریریه ما زمان میذاره روی این گفتمانی که مردم مطرح میکنن، به این صحبتهای مردم و چیزی که مردم میخوان، در خوشبختانه بسیار عالی بوده. لذا شما مسائلی ممکنه بشنوید در این مباحث که مربوط به آینده است، حرف آخر رو باید اول زد، باید گفت که کجا قراره بریم، ما به چی فکر میکنیم. دروغ نمیتونیم بگیم به خودمون و به آینده مردم ایران. لذا دوستان نظراتتون رو مطرح بکنید در اینستاگرام، کانال اصلی ما یوتیوب هست، اگر میتونید اونجا، یا در توییتر نظراتتون رو بگید تا تحریریه ما بررسی بکنه و سوالهای اگه دارید مطرح بکنید، نقداتون رو مطرح بکنید تا در سوالات و برنامه های آینده این مشروطه نوین که هر پنج شنبه ها از ایران شهر پخش میشه اونجا مطرح بشه و دستندرکاران مشروطه نوین بتونن اینو توضیح بدن و برای شما روشن بکنن. ما نیاز داریم به یک تئوری سیاسی، ما نیاز به کار سیاسی شبانه روز داریم. فردا اگر دوباره اتفاقی بیفته که من به شما قول میدم خواهد افتاد، دوباره مردم ایران میریزن تو خیابون، دوباره حقشون رو میخوان، منتها برنامه‌ای ندارن که طبق اون عمل بکنن. تئوری سیاسی اهداف ایجاد میکنه، اهداف بزرگ، بعد از داخل اون اهداف بزرگ اهداف کوچک ایجاد میکنه، از جایی که ما هستیم تا به اون اهداف نقشه راه میکشه و به شما میگه چطور باید عمل بکنید، چی کار باید بکنید و چجوری باید رفتار بکنید. اخلاق ما رو نشون میده و تعیین میکنه. یک تئوری سیاسی ملی میهنی و مشروطه خواه هست که میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به جاش یک نظام سیاسی مدرن امروزی ایرانی بیاره. دوستان فقط چیزی که ما میبینیم همین است، وگرنه اگه همون بساط گذشته باشه چند تا از این شوراها دیدین در اومده؟ از سال 96 تا امروز شورا در میاد، مثلا آقای خپل میفرستن افشاگری بکنه بعد طرف، و میبینین که سر کار گذاشتن دو سه سال که نمیدونم یه شبکه از در اومد از لندن، یه شبکه از این ور، برای خودش این شبکه در میاد و تنها کاری که انجام میدن اینه که به اصل مطلب چیه، اصل مطلب ایرانه، به این نمیپرازن. افشاگری در مورد این، افشاگری در مورد اون، شورای گذار در مورد جدایی طلبی در ایران، در مورد تجزیه ایران. آخه این هم شد، این هم شد کار. از هیچ کجا اینها به نتیجه نخواهد رسید، نه تنها نخواهد رسید بلکه جمهوری اسلامی پیش دستی میکنه، میاد میره تیمی که سپاه صاحبش است رو اجیر میکنه تا اینکه شعارهای جدایی طلبانه بدن. چرا؟ چون هم اپوزیسیون رو بترسونن که اگر یک قدم پاتون بیشتر پیش بذارید ایران تجزیه میشه، مردم رو بترسونن که ایران اگر ما نباشیم ایران تجزیه میشه، از اون طرف هم یک سری آدم گول خورده که اونها میگن جز همین بی هویت ها هستن که اول برنامه گفتم، خیال کنن که مثلا هویتشون، یعنی هویتشون به ترکیه مربوطه. دوستان باید کار زیادی انجام بشه، نیاز به همکاری شما هست از همه جهت. سیاست یک کشور با یک دو نفر جلو نمیتونه بره، سیاست و آینده یک کشور با نسل ها ساخته میشه، با نسل ها از آدما، و ما با این تفکری که تو این 40 سال اخیر داشتیم نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. نتایجش رو میبینید دیگه، همین حرفای پرت و پلا گویی هایی هستش که میبینید. باید در چارچوب فکر بکنیم، باید در چارچوب سیاسی فکر بکنیم، در چارچوب سیاست ملی فکر بکنیم و فقط به ایران فکر بکنیم. کار سیاسی شبانه روزی هست و با یک بعد از ظهر کار کردن یا یک از کار کردن کار پیش نمیره. دوستان برای جلو بردن کار یا شما باید خودتون وارد بشید، مقاله بنویسید، ویدیو بسازید، کتاب بنویسید، نمیدونم داستان نویسی بکنید و هزار یک کار دیگه، یا خودتون باید این کار رو بکنید، یا اینکه باید انرژی بدین به افرادی که میخوان کار سیاسی بکنن، یا باید کمک مالی بکنید، یا باید کمک های دیگه بکنید. دوستانی که نمیتونن خودشون وارد صحنه بشن، میدونم که خیلی ها خب در خطر هستن، نمیتونن ریسک بکنن. ریسک هایی هم که خیلی ها میکنن اینو بدونین، پی همه چی رو باید به تنتون بمالید وقتی کار سیاسی میکنید، یعنی هر توقع هر چیزی رو باید داشته باشید، هر بلایی رو توقعش رو باید داشته باشید، مخصوصا که
ملی‌گراهای ایرانی الان در ته توجه جهانی هستن. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه ببینید هر کشوری که به یک گروهی کمک میکنه یک سری پتانسیل میبینه که در اونها سرمایه گذاری میکنه. در ملی‌گراهای ایرانی سرمایه گذاری نمیکنه هیچکس. چرا؟ چون ما منافع ایران رو به هیچ کشور دیگه نخواهیم داد اول آخر. لذا نه آمریکا، نه عربستان، نه انگلیس، نه هیچ کس، نه کمترین توجهی به ما میکنه، نه کمترین امنیتی برای ما ایجاد میکنه، نه هیچ کمک مالی به ما میکنه و نخواهد کرد. چرا؟ ما طرفدار ایرانیم، اونا طرفدار ایرانی هستن، طرفدار کشور خودشونن. و این گروهایی هم که میبینی، اینا هم هر کی کمک میکنن، پتانسیلی میبینن که کمک میکنن. و یعنی برای چی باید کمک بکنه؟ دوستان ما مشروطه‌خواها در ایران شهر به کمک شما نیاز داریم. ما نیاز داریم که شما وارد بشید و به ما کمک مالی بکنید. اگر در خارج از کشور زندگی میکنید میتونید وارد صفحه پیتریان ما بشید. این صفحه بسیار امن هست، امنیتش تضمین شده هست. با یک نام اختصاری و با یک نام جعلی میتونید اینجا ثبت نام بکنید، به ما کمک مالی بکنید هر ماه از 5 دلار و به بالا. کمک های شما واقعا به ما کمک میکنه، انرژی میده تا یک مقدار از این مشکلات رو حل بکنیم، تا اینکه بتونیم ادامه بدیم این راه رو و شبانه روز کار بکنیم در راه ایران. واقعا ممنون هستیم از بسیاری از هممیهنان عزیز که طی این ماها کمک های کوچیکی کردن تا یه قسمت هایی از کار رو واقعا پوشش داد. اما ما نیاز به کمک های خیلی بیشتری داریم. اگر میخواین واقعا نه تنها یک شبکه سیاسی که به مسائل سیاسی روز میپردازه، بلکه به یک شبکه‌ای از افراد و به یک بنگاه سیاسی تبدیل بشه ایران شهر، نیاز به کمک شما داره و این نیاز به تجهیزات، نیاز به امکانات و نیاز به خیلی مسائل دیگه داره که الان در وقت ما نمیگنجه به شما بگم چیه. لطفاً وارد صفحه ما بشین، ثبت نام بکنین، به ما کمک بکنین هر ماه تا اینکه ما رو یاری بکنید در راهی که در پیش گرفتیم. دوستان باید تشکر بکنم از آخرین همیاران مالی ما در این صفحه پیتریان، جفکش عزیز و دوست عزیز، وفادار عزیز. خیلی ممنونیم از کمک شما و همینطور بقیه دوستانی که طی ماهای گذشته مدام هر ماه به ما کمک کردن تا اینکه این راه رو ادامه بدیم. امیدوارم برنامه های ما رو پسندیده باشید در طول هفته. معمولا ما شنبه ها برنامه نداریم و به کارهای شخصی، چون میگم ما تمام وقت کار میکنیم، کار ما تمام وقت است و هیچ وقتی و زمانی برای کارهای شخصیمون باقی نمونه. شنبه ها رو معمولا به این کارها اختصاص میدیم، اما اگر هم فرصتی باشه حتما برای شما تولید خواهیم داشت دوستان. لذا امیدوارم مسائلی که امروز مطرح شد رو مد نظر قرار بدید و همراه ما باشید در راهی که در پیش گرفتیم. دوستان اگر ویدیوهای ما رو میپسندید حتما دکمه لایک فراموش نشه و همینطور اگر عضو میشید اون آرم زنگ رو حتما روش کلیک بکنید که بسیار مهم هست. منتظر برنامه های ما در طول هفته باشید. پایدار و پاینده باشید. جاوید شاه، پاینده ایران.